دوستای عزیز، دیدین ای جمع افغان ها روایی احساسات شانه که خوش شدم می که اینمی افغان است که مشابق هنرمند خود است، مشابق دکتر خود است، مشابق هر افغان خود است. خلاصه به هر صورت جای شما خالی، اگر شما هم دوی می بدین چونین استقبال میکدین. و بازم ما بر شما عرض بکنم که هر افغان ما هم مستعد است، هم مبتکر است و هم قهرمان در هر رشته که سر و کار دارند. و اگر برآمدن از وطن از بد حادثه هیچ وقت بیکار نشیشتن و فقط و فقط منتظر ازی بودن که چی کارهای فرهنگی میتونن بکنن برای این فرهنگ کشوری که فرهنگش خدای ناخواسته تو پاشوان است. به هر صورت عالمیم رشته گپ دوام میتیم با نوریا جان. خب نوریا جان، شما اینو بگوین که وقتی که حرکت میکردین طرف هالند میرفتین، آیا دلتون میگشت که چقدر افغان خاطر شما، چقدر استقبال خواهد شدین، چی در دلتون میگشت؟ من همیشه وقتی که از خانه سفر میکنم و کارهایی میداشته باشم که دوباره در خدمت هموطنهای خود را قرار بدم، بسیار خاطر جمع میباشم برای زی که در طول سفر زیاده که از عمر هنری متیر شده، همیشه من دیدیم که افغانای عزیزم، هموطنای عزیزم مرا تنها نمیگذارند و میشه طرف محبتشان هستم. بله، واقع است. ولی کم دلم میلرزید به خاطر از اینکه میگفتن فستیوال بسیار بزرگ است و از تمام کشورها اشتراک کردن. ما هم که پیشتر رحیم جان گفتن که نوازنده های خوبم رای خود نداشتیم، مثلا تنها بودیم، بسیار مسائل های دیگه است که در استیج در پالوی از اینکه یک آواز خان میخوانه، یعنی 50% دیگه رول مهم مثلا تخنیک و نوازنده و اینا میداشته باشه که با تاسف ما در این فستیوال نداشتیم. میره یعنی تنها میریار بود، در ماشین بود، کیبورد بود و پرستو. خب ما ولت خداوند رفتیم، ولی ما بسیار متعقل بودم و خاطر جمع بودم، چون بیشتر از اینکه برنامه آغاز شوه، یعنی در ظرف یک ماهی که فلایرها و پوسترها به تمام اروپا توزیع شده بود، تلفن زیاد از افغان عزیز گرفتیم. بله بله بله، بسیار تلفن زیاد شد که ما به این فستیوال شمار تنها نمیمانیم و این موضوع افغانستان است و دو هنرمند عزیز ما بیرون از کشور در اینجا هستن، خودم چی احساس میکنن. و گفتن که خانم پرستو شما تیر احساس نکنین که روی استیج بین و چشمتان را دور بتین تنها باشین. جمع افغانان زیاد مثل یک سیل، یک موج در افغان شما هستند. و همی بود که ما به یه فستیوال رفتیم. خب همیشه هر هنرمند مردم ساخته، هر گوینده را مردم ساخته، تا مردم نباشه هنرمند نیست، هیچ نیست، عکس موضوع است. بله، و اونمو کسانی بودند که خودشان مهریه رو پرستو درست کردن. چطور میتونستن دوجا مهریه رو پرستو رو به دست فراموشی بدن؟ چطور میتونستن دوت یک فستیوال بزرگ مهریه رو پرستو رو تنها بانن؟ خب تنها افتخار مهریه رو پرستو رو افتخار افغانستان دارید. بله، واقعا ما دمی طول سالهایی که کسید ویدیو یا دی ویدیو به شما مانای زیر نداشت که ما ایره نخواستیم بعد از رسه متنای خود قرار بدیم. اما من زیاد میبینم هر چیز به بیرون، چون مسائل هنر موسیقی که هست، یک کست یا یک ویدیو یا یک تصویر یا یک آهنگ همیشه اون میمانه. بله آره، مثل یک چوب نیست که یک دگدان بسوزانیش، مثل یک مثلا یک کوتی نیست که او خراب شده و این چیز باشه اون طرف بردیش. اثر یک هنرمند میمانه، اثر یک انسان میمانه، یک کسی که به یک هنر موسیقی عشق داره میمانه. بله بله بله. و من خواستم که چون پرفکت یا مثلا درست از لحاظ تکنیک، من میفهم که در این ویدیو شاید نقص باشه، صدای ما شاید کم بودی داشته باشه، اما بیشتر گفتم نوازنده خوب نبوده، ولی کار هر هنرمند هر قدر که میتونه اونمو رو برای مردم خود تقدیم میکنه. بله خوب، چون در غربت بسیار بعض کارهای خواسته هایی که دل ما داره ما نمیتونیم که او را 100% مثبت برای شنونده تقدیم بکنیم. اما که پیشتر من شما تایید میکنم که بسیار معذرت میخوایم، بسیار هنرمنده یک انتقاد است که چرا هم خودش نوازنده است، هم خودش شاعر است، هم خودش نمیفهم کمپوزیتور که گپاست. این به خاطر عزیز است که من پیشتر عرض کردم که کسی که شما طبله باید بنوازه با فرسنگ ها شما دور است. ده. کسی با شما دو شعر بگن او را نمیبینین در کجاست. اینا مجبور میشه که هنرمند هم خود شعر بگه، هم کمپوز بسازه، هم بخونه، هم بنوازه. به این سبب است که واقعا
شما که خب خدا من شما را هیچ وقت ازم جدا نسازه، زوج بسیار ناظرینی که تانستین با اشتراک مساییتان، تشریک مساییتان میسا همونطور که خلایی که اگر بیاید پر بسازین، که ما آرزو دارم که همیشه درخشیدین و بازم بدرخشین. و یک چیز دیگه که میخواستم بپرسیم ایست که ای بیستانش کشوری که تقریبا آمده بود هنرمنداش 23 کشور ببخشید 23 کشور، یعنی این 23 کشوری بوده که ایجا مهاجر داره یا مثلا نخیرده از تمام کشورها گرفتین؟ بله هنرمندا دعوت شدن، بله یعنی اونام داشتن اتنی که باید مثلا 100% از یک کشور که اگر مهاجرش نمی بود باید خوانندش نمی بود اتر نبود از همه کشورها هنرمنداش دعوت شده، کشور آسیایی بوده، اروپایی بوده، آفریقایی بله از تمام جای. ولی جالب تر از این که در یک قسمت برنامه ما فهمیدم که هر کشوری که در اینجا باید یعنی مثلا برنده هم میشه. این بسیار برام جالب. آخ شما برنده شدید. او خب این کدام مراسم خاص بود که برای شما چیز تحسین نامه دیپلم چی بله هم مثلا جایزه نقدی داشت $10,000 و دیگه از طرف افغانستان که مسئول بخش از این احد جان عزیزاده بود مال. البته لطف از او بود که چون هر سال که در این فستیوال ها می شد هنرمند از افغانستان نمی بود، یعنی امو سال تراش احد جان بود که خواست که باید هنرمند های افغانستان هم بله در فستیوال باید باشن، اونا هم باید ظاهر شوند و یک تقدیرنامه هم از او بر ما رفت کردن و دادن. من که شما سوال بکنم که صدای رنگان شما رو خوشتن می؟ من هیچ نمیتونم برای شما بگویم. این خب برای از اون که میگن بله آن، لیکن کدام آهنگ ایجاد شما رو خوشتان میاد؟ مثلا در خانه باشین سر میزینا رو سر خان کشتیم و بگویم که رحیم جان همون رو زمزمه کن. رحیم جان از وقت در خانه میکنه روسی کردیم هیچ وقت بر من زمزمه نکره. بله این دیگه والا ولی افتاد مشکل ها. خب یعنی حتی که شما رحیم جان پیش کمره خوشخوی میبینین، لبایش پرخنده میبینین، مذاقایش رو میبینین، در خانه و قدر زیاد رحیم جان خندروی نیست. چی فکر میکنین مرد خانه هم تکمک چی نباشه؟ بله باشه بهتره. خب بر صورت میم با یک خدمت شما یک کلمه رو باید ترس کنم که از یاد من نره من فراموش نکنم. پیشتر گفتین که در استدیوی پامیر هستیم. بله ما سپاسگزار هستم از محترم انجینیر سبکی که این موقع مساعد ساختن واقعا که ما بتونیم از طریق استودیو از اینا لحظه با افغان عزیز خود باشیم و از این چی کار بهتر و نیکو که با شما یک گوینده توانای کشور که در زبان ما پیش شما دیگه عاجز میماند هستین. و دیگه ما میخواستم که در بین کل حرفایی که گفته میشه بر صورت از تمام این افغان عزیز خود که در این فستیوال آمدن و ما را سرفراز ساختن و به او هفته به داغ کراستی واقعا آدم یک دقیقه استاد شده نمیتونست، یعنی اقدر محبت کردن و اقدر بر ما کف زدن. و خب ای که به تصویر شما میبینین که لحظه آخر، یعنی من خب از آهنگ اول خود میخواندم ولی دلم گریه میکرد تا آخر که شما هم گریه کرد و او افغانای نازنین و عزیز ما که از راهای دور آمده بودن، مثلا از فرانسه آمدن، از اتریش آمدن، از سویدن آمدن، از دنمارک آمدن، یعنی از تمام اروپا اینا شب حرکت کردن تا که مثلا اینا به وقت کنسرت خود رساندن. من ممنونشان هستم، سپاسگزارشان هستم، او همیشه پرستو و خدمتکار شد. قربان شما. یک دو هنگ دیگر رو بیم باز که شما بازی میاکم گفتیم دیدم کیوتا نه خدمت شما برز برسانم که من همی موضوعی که نوری جان گفتن من همین چیزه خدمت شنونده ها و بیننده های عزیز عرض میکنم که تشکر از او محبت و افغان های عزیز ما و در زمین تشکر میکنم از کسی که یه فیلم برداری کرد و این صحنه را بر ما من حیث جاویدان ساخت. بله جاویدان ساخت. او آقای شیرزای است. بله نور محمد شیرزای عزیز صاحب گل بسیار مهربانی کردن و این واقعا بر ما یک توفی بسیار عزیزه بر ما، یعنی اینا جمع‌آوری کردن بر ما دادن که ما تشکر میکنیم از اونا همین لازم بینیدان و از آقای سپاس که در قسمت تکسیل ازی و در قسمت دیزاین و موضوعات بعدی ازی کار کردن. یک جان تشکر ممنون و شما تشکر که وقت گرانبهای خود صرف ما کردین و زحمت کشیدین مهربانی کردین. ما از کورس کابر خلاص شدیم، کورس لسان هلندی قربان شما سی کار است. ما وقتی که ما آقای سپاس گفتم هر خدمتی که در قسمت فرهنگ باشه و دستم به ما برای مردم نازنین خود حتما انجام میدم. ممنون حالا که گپای زیاد زدیم حتما ما را میگن غزل ما چوب بود که ما آهنگ بشنیم باز گپ میزنیم. بفرمایید.